توی این ویدیو میخواییم با مکانایز آشنا بشیم و یاد بگیریم که به چه شکل فرم ها رو از طریق مکانایز تجزیه کنیم. مکانایز یک برازری هست که شما توی زبان پایتون مستقیما میتونید کنترلش بکنید و خیلی خیلی کار ما رو آسون میکنه. این ماژول بر پایه ماژول www مکانایزی هست که توی زبان پرل هست و در واقع اگر زبان پرل کار کرده باشید حتما توی قسمت وب اسم مکانایز رو شنیدید. به ما اجازه این رو میده که یک مرورگر رو شبیه سازی کنیم. برنامه نویسی استیس فود رو میتونیم توی پایتون پیاده سازی بکنیم و مرورگر رو شبیه سازی کنیم. یعنی چی استیس فود؟ یعنی ما میتونیم توی یک سایتی لاگین بکنیم، لاگین باشه توی اسکریپت پایتونمون و بعد از لاگین توی اسکریپت پایتونمون بیایم و تست نفوذ رو انجام بدیم. اگر بخوایم این کار رو با ماژول ریکوست یا URL library انجام بدیم شدنی هست، اما خیلی زمان از ما میگه که مکانایز خیلی کارمون رو آسون کرده. برای یادگیری سریع مکانایز به این لینک مراجعه کنید که یک چیت شیت هست و یادگیری سریع مکانایز Python for Beginners چیت شیت و Python مکانایز چیت شیت که اینجا یک کلیت باحالی از مکانایز بهمون گفته. خب ما میخواییم با فرما کار کنیم. خب برای نصب اونم از Easy Install استفاده کنیم. Easy Install Mechanize. خب وارد محیط اینتراکتیو پایتون میشم و حالا نوبت به این میرسه که بریم سراغ مکانایز. خب اول اون رو ایمپورت میکنم و حالا باید مرورگر خودم رو باز بکنم. برای باز کردن مرورگر خودم یک اسم برش در نظر میگیرم، مثلا براوزر، و میگم مکانایز من اوپن کنه یه صفحه ای رو، مثلا pentestrescue.ir رو میخواییم رو فرماش کار کنیم. mechanize.browser و بعد از که براوزرمون رو تعیین کردیم میگیم براوزر ما صفحه پینترستر اسکول رو اوپن کن. پس اول باید براوزرمون رو بسازیم، بعد از اینکه ساختیمش میگیم یه صفحه رو برای ما اوپن کن. اول مکانایز براوزر میگیم مرورگر رو برای من باز کن، بعد میگیم برای من یه صفحه رو اوپن کن. البته این رو هم میتونیم توی یه خطی بنویسیم. خب حالا که این صفحه برای من اوپن شده، من میتونم محتویات اون دسترسی پیدا کنم. خیلی آسون، مثلا من فرماش رو میخوام از browser.forms استفاده میکنم. یه حلقه فرم میخوام که فرما آیتمای توی این لیست رو در بیاریم، چون یه فرم که نداریم، چندین فرمه. هر وقت چند تا داده داشتیم برای اینکه هر کدوم نشون بدیم از حلقه استفاده میکنیم. خب توی براوزر فرم های ما، فرمایی که توی براوزر فرما هست برای من پرینت کن ببینم چه فرمایی دارم. ما اینجا دو فرم داریم، یکی فرم سرچ ماست که تکس کنترل S داره، یه تکس باکس S داره که به این شکل در واقع اینکود میکنه، اطلاعات رو میفرسته. اکشنش این صفحه هست و از متد get استفاده میکنه. و یک فرم دیگه متد post داریم که برای مشترک شدن توی سایته. خب متد مربوط به سرچ یا فرم مربوط به سرچ رو انتخاب میکنیم. برای انتخاب اون میگم براوزر من یه فرمی رو ازش سلکت کن، سلکت فرم. چه فرمی رو؟ فرم در واقع از پارامتر NR استفاده میکنیم تا شمارش رو وارد کنیم، فرم اولی رو. خب اگر میخوای کل در واقع متد ها رو ببینید، از DIR براوزر میتونید استفاده کنید تا کلیه متد هایی که میتونید ازش استفاده کنید رو اینجا پیدا بکن. خب حالا من فرم رو سلکت کردم، میگم توی براوزرم، توی فرمم بیا اس رو برای من نشون بده. میگه توی اس هیچی نیست. خب حالا میگم اس رو توی فرمم برابر با یه مقدار قرار، مثلا میخوام عبارت پایتون رو سرچ بکنم.
الان مثل این میمونه که توی سرچ باکس، توی اون تکست باکس مربوط به سرچ نوشتیم پایتون. حالا من میخوام سابمیت کنم فرم رو، دکمه کلیک کنم، میگم براوزر دات سابمیت. خب منتظر میمونیم تا سابمیت شه. اگه توی این متد اینجا نگاه کنید، یک متدی داریم، متد لینکس فرمز رو که باهاش کار کردیم، متد لینکس هم اینجاست که میخوایم الان باهاش کار کنیم. خب میگم لینک هایی که توی براوزر دات لینک من هست رو برای من پرینت کن. اگر دقت کنید بیس یو آر ال ما توی تمامی لینک ها این سرچ کوئری هست که انجام دادیم، یعنی سرچ صورت گرفته و این لینک ها برای من پرینت شده. خب من همه اطلاعات رو که نمیخوام، میگم برای من اچرفشون رو پرینت کن. پرینت link.url. خب URL هایی که این لینک های من دارن ایناست، یعنی اگر من پایتون رو سرچ بکنم همزمان با در واقع پیشنهاداتی که سمت راست هست و کلیه لینک هایی که تو صفحه من هست، این لینک ها میبینید که توی صفحه وب من وجود داره که در واقع توی قسمت پایتونه. خب میگم اونایی که توی URLشون پایتون بود و برای من بیا و نشون بده، میگم توی براوزر لینک های من اگر عبارت پایتون توی لینک دات یو آر ال بود، بعد بیا لینک دات یو آر ال رو برای من پرینت کن. همونطور که میبینید فقط این لینک ها هستن که عبارت پایتون توشون هست و من تونستم بعد از سرچ کوئری لینک هایی که اون سرچ که من توش وجود داره توی صفحه رو پیدا بکنم. البته دقت داشته باشید همیشه اون یو آر ال که وجود داره با اون عبارتی که سرچ میشه به این شکل جواب نمیده که شما بتونید سرچ سایت رو شبیه سازی بکنید، و معمولا اون سرچ که توی سایت نوشته میشه بر اساس کانتنت هم هست، یعنی بر اساس محتویاتی که توی اون پست نوشته شده. پس اومدیم و با یک سرچ کی در واقع پایتون، فیلم هایی که در مورد پایتون فور پنتریشن تستینگ تا الان توی سایت منتشر شده رو پیدا کردیم و در واقع سلکتش میکردیم. اما به عنوان تمرین شما چه کار میتونید بکنید با مکانایز؟ توی مثالی که زدیم در مورد فرستادن اطلاعات دلخواه صحبت نکردیم، نگفتیم که چطوری بیاید و هر اطلاعاتی که مد نظرتون هست رو توی همه ریکوست ها بفرستید، متد گت و پست، نه فقط فرم ها. بیاید و اطلاعات دلخواه خودتون رو توی ریکوست ها سلکت بکنید. مورد بعدی این که Non-Vulnerable Application رو که یادتونه DVWA، ما مکانایز میتونیم لاگین بکنیم و بعد میتونیم اسکرین اینجکشن رو تشخیص بدیم. اسکریپتی بنویسید که لاگین بکنه و تشخیص بده که آیا اسکرین اینجکشن وجود داره یا نه، که دقت داشته باشید اون لولش رو باید سطح پایین هم بیارید. پس باید یه چندین خط با مکانایز کار بکنید. امیدوارم از این ویدیو هم لذت برده باشید. اگر سوالی داشتید حتما مطرح کنید. موفق باشید.